دوستای خوبم سلام، به کانال یوتیوب بافتنی با لیلا خوش اومدین. در این ویدیو با هم یک کلاه با درز رو میبافیم. اگر مبتدی هم باشید میتونید این کلاه رو با من ببافید. کلاه رو برای سایز 0 تا 1-2 ماهه میبافیم، ولی شما برای هر سایزی میتونید با همین روشی که بهتون آموزش میدم این کلاه زیبا رو ببافید. اندازه کلاه هم بلندیش حدوداً 14 سانت هست برای سایز 0 تا 1-2 ماهه. با من همراه بشید و آموزشش رو ببینید. این کلاه رو با کانوای آلیزه بیبی وست میخوام ببافم. 100 گرمی 240 متر، شماره رنگش هم 189. با میل شماره 3.5 هم میبافمش، با میل شماره 4 هم میتونید ببافید این کانوا رو. شروع میکنم و 78 دونه سر میندازم. تعداد دونه هام باید مضرب 4 باشه به اضافه 2 تا دونه اول و آخر. این کلاه رو با درز میبافم، 2 تا دونه میره توی درز و باید مضرب 4 باشه که بعد از دونه اول اگر دوتا زیر داشتم، قبل از دونه آخر دوتا رو داشته باشم که موقع دوخت درز اینا کنار هم قرار بگیرن. پس شروع میکنم و 78 دونه سر میندازم. شما هم اگر خواستید که کشباف دو زیر دو رو ببافید برای کلاه با درز، باید تعداد دونه هاتون مضرب 4 باشه به اضافه 2 تا دونه. ادامه میدم و 78 دونه سر میندازم. 78 دونه سر انداختم. رج اول، دونه اول رو میبافم و در میارم و بعدش دو تا زیر میبافم، دو تا رو، دو تا زیر، دو تا رو، کشباف دو زیر دو. دو تا زیر، دو تا رو. تا انتهای رج کشباف دو زیر دو رو می بافم. همه رو دو زیر دو رو بافتم. این چند تای آخر هم میشه دو تا زیر، دو تا رو و دونه آخر. دوتای اول رج شد دوتا زیر، دوتای آخر شد دوتا رو، دونه اول و آخرم که میرن توی درز برای کلاه با درز. اگر خواستید همین کلاه رو بدون درز ببافید، دونه هاتون مضرب 4 باشه به اضافه 1 دونه. اون 1 دونه هم ابتدای کار که میخواید کارو گرد کنید دوتا یکی میشه و همون دونه هاتون مضرب 4 براتون باقی میمونه. رج دوم، دونه اول رو بر میدارم، دونه ها رو مثل خودشون میبافم. اونایی که زیر هستن و این شکلی هن به زیر، اونایی که رو هستند به رو. دوتا زیر، دوتا رو، تا انتهای رج به همین شکل کشباف رو میبافم و همینطور ادامه میدم. چند رج دیگه کشباف رو میبافم. کشباف رو چند رج بافتم. تعداد رج ها 2, 4, 6, 8, 10 و 12 رج و با سانت هم حدوداً 4 سانت شده. من میخوام کشباف رو 8 سانت ببافم. این رج رو طوری میبافم که وقتی کشباف رو تا میکنم دیگه بر نگرده. این قسمت رو روی کارم قرار میدم. این قسمت رو پشت کار قرار میدم. از پشت کار توی این رج این کار رو انجام میدم. دونه اول رو برمیدارم. نخ زیر میله. دونه زیر رو نبافته برمیدارم. این دونه زیر رو هم به همین شکل نبافته برمیدارم. نخو میارم رو و دونه های رو میبافم. پس نخ زیر میله،
به این شکل دونه رو برمیدارم، دونه زیر رو. دونه بعدی رو هم برمیدارم، نخو میارم رو و دونه های رو رو میبافم. به این شکل این دوتا رو برمیدارم و دونه های رو رو میبافم. این رج رو تا آخر به همین شکل ادامه میدم و میبافم. رج بعد رو مثل قبل دیگه میبافم. دونه های زیر رو به زیر میبافم، دونه های رو رو به رو. فقط یک رج به اون شکل بافتم. تا آخر دیگه دونه ها رو میبافم. ادامه میدم، این رج رو میبافم و همینطور رج بعد دیگه همه دونه ها رو به صورت کشباف می بافم. و باز چند رج کشباف رو می بافم تا به اندازه همون قسمت اول بشه. از این خط تا 4 سانتی دیگه می بافم. کشباف رو چند رج دیگه ادامه دادم و بافتم. بلندی کشباف شده حدوداً 8 سانت. برای شروع مدل بافت کلاه هم از رج پشت کار برای کشباف شروع میکنم. اینجا گفتم که برای کشباف این قسمت رو رج پشت کار قرار میدم و میخوام کشباف رو به این شکل دولا کنم و برگردونم و برای مدل روی کار رو از اینجا شروع میکنم و میبافم. مدلم باید مضرب 8 به اضافه 2 تا دونه باشه. من باید 82 تا دونه داشته باشم برای مدل. 4 تا دونه کم دارم. 78 رو سر انداختم. اون 4 تا دونه رو بین دونه هام توی این رج اضافه می کنم. برای بافت مدل دونه اول رو بر می دارم. ابتدا 2 تا رو می بافم. فاصله بین گل ها 1 و 2 تا رو. بعد 6 تا زیر می بافم. 1, 2, 3, 4, 5 و 6. 2 تا رو 1, 2, 6 تا زیر 1, 2. اینجا 1 دونه اضافه می کنم. این نخ رو میارم میندازم سر میلم، داخلش یه زیر می بافم. 1 دونه اضافه شد، شد 3 تا زیر 4 تا زیر 5 تا و 6 تا. 2 تا رو 6 تا زیر 2 تا رو 6 تا زیر 1 دونه اینجا اضافه کردم از 4 تا دونه که کم دارم. باز ادامه میدم، 2 تا رو میبافم. 1, 2, 3, 4, 5 و 6 تا زیر 1 و 2 تا رو 1, 2, 3 توی این دونه یکی دیگه اضافه می کنم. به این شکل می دازم سر میرم، داخلش می بافم. 4, 5 و 6 تا 2 تا رو 6 تا زیر دوباره 2 تا رو 1, 2, 3, 4, 5 و 6 تا زیر 2 تا رو 1. اینجا دوباره یکی اضافه می کنم. این برای بار سوم هست که اضافه کردم. 2
سه، چهار، پنج و شیش، دو تا رو، یک، دو، سه، چهار، پنج، شش، دو تا رو، یک، دو، یکی هم اینجا اضافه می کنم، سه، چهار، پنج و شش. چهار تا دونه رو دیگه اضافه کردم. دو تا رو، یک، دو، سه، چهار، پنج، شش. دو تا رو، شش تا زیر، دو تا رو، یک، دو، سه، چهار، پنج و شش تا زیر. دونه آخر رو هم به رو می بافم. درجه پشت کار هر دونه به شکل خودش بافته میشه. دونه اول رو برمیدارم، شش تا رو دارم، می بافم و دو تا زیر. یک، دو، سه، چهار، پنج و شش تا رو، دو تا زیر. یک، دو، سه، چهار، پنج، شش، دو تا زیر. تا انتهای رج به همین شکل می بافم. در رج سوم دونه اول رو بر می دارم، دو تا دونه ی رو رو می بافم. توی این شش تا دونه زیر ستای اولش رو در نظر می گیرم. دونه سوم رو با این دوتا جا به جا می کنم. اینو میارم به طرف راست. این ستا رو از میلم در میارم. این دوتا رو با این میل می گیرم. این یه دونه رو با این میل میارم به طرف راست، میندازمش سر میل. جا به جاشون کردم. بعد به زیر میبافمشون. سه تا دونه رو به زیر بافتم. توی ستای بعدی این یک دونه اولشونو با این دوتا دونه بعد جا به جا میکنم. این یه دونه رو میارم به طرف چپ. پس این ستا رو از میلم خارج میکنم. اول این دوتا رو میگیرم و بعد این یه دونه رو میگیرم میارم به طرف چپ. با هم جا به جاشون کردم. بعد اینا رو برمیگردونم سر میل سمت چپ و میبافمشون. یک، دو، سه. به این شکل. دو تا رو، شش تای بعدی رو ساده می بافم. یک، دو، سه، چهار، پنج و شش تا. دو تا رو، توی شش تای بعدی باز گل رو می بافم. ستای اول رو از میلم خارج میکنم. این دوتا رو با این میل میگیرم. این یه دونه رو با این میل میارم میندازم سر میل و میبافمشون. این یه دونه اومد به طرف راست. حالا توی این ستا از میلم خارجشون میکنم. این دوتا رو با این میل میگیرم. این یه دونه رو با این میل و اینو میارم به طرف چپ. این دوتا رو هم بر میگرد و میبافمشون به این شکل. دوتا رو، شیشتا ساده. دوتا رو و گل تکرار میشه.
دوباره 6 تا ساده، 2 تا رو، و در 6 تای بعدی گل رو میبافم. تا آخر رج باید به همین شکل ببافم. این 6 تا رو ساده می بافم. توی 6 تای بعدی باز گل رو می بافم. و این 6 تای آخر رو ساده می بافم. تعداد این 6 تایی ها هم باید طوری باشه که اگر این ابتدا گل رو داخلشون بافتم، این آخری دیگه ساده بافته بشه که وقتی که درز رو می دوزیم اینا کنار هم قرار بگیرن. رج چهارم، رج پشت کار، دونه اول رو بر می دارم و باز 6 تا رو دارم، 2 تا زیر که می بافمشون. رجهای پشت کار دیگه به همین شکل بافته میشن، 6 تا رو و 2 تا زیر. تا آخر رج ادامه میدم و به همین شکل میبافم. رج 5 هستم. دونه اول رو بر میدارم. این 2 تا دونه رو به رو میبافم. و باز مثل قبل گل رو میبافم. این دونه 3 رو با این 2 تا جا به جا میکنم. و به زیر می بافمشون و این دونه رو با این دوتا جا به جا می کنم. و به زیر می بافم. دوتا رو، 6 تا ساده. تا آخر این رج هم به همین شکل ادامه میدم و میبافم. رج 6، رج پشت کار، دونه ها به شکل خودشون بافته میشن. شش تا رو، 2 تا زیر.
تا انتهای رج. رج هفت هستم. رج هفت هم مثل رج سه و پنج تکرار میشه. دونه اول رو بر میدارم. دوتا رو میبافم و باز این دونه ها رو مثل قبل با هم جابجا میکنم و میبافم. میتونید برای جابجایی دونه ها از میله کمکی هم استفاده کنید که مطمئن باشید دونه هاتون در نمیرن. تا انتهای رج ادامه میدم. رج هشت، رج پشت کار. دونه اول رو بر میدارم. شیش تا رو و دو تا زیر میبافم تا انتهای رج. رج نه هستم. در رج نه جای گل ها عوض میشه. این دوتا رو میبافم. به این قسمت که رسیدم دیگه این قسمت رو ساده میبافم. شیشتا دونه رو ساده میبافم و دوتا رو توی این شیشتا دیگه مدل رو میبافم. جای مدل عوض میشه. به همون شکل جا به جایی رو انجام میدم و مدلم رو میبافم. شیشتا ساده دوتا رو توی این شیشتا مدل رو میبافم. دونه سوم میاد از روی اون دوتا به طرف راست. اینجا دونه اول از روی این دوتا میره به طرف چپ. به این ترتیب تا انتهای رج. رج ده دونه اول رو برمیدارم. رج پشت کار شیشتا رو و دوتا زیر تا انتهای رج. چهار رج دیگه میبافم. مثل رج 9 و 10 تکرار میکنم. دونه اول رو برمیدارم. دوتا رو شیشتا ساده به زیر دوتا رو و توی این شیشتا مدل رو میبافم. پس اینو ادامه میدم تا چهار رج که مثل این قسمت سه تا از این گلها اینجا بیفته. ادامه دادم و چهار رج بافتم. یک دو سه و چهار. دوتای دیگه از این گلها اینجا افتاد شدن سه تا. در این رج دوباره باید توی این قسمت گل رو ببافم. این قسمت رو ساده ببافم. دونه اول رو برمیدارم. دوتا رو میبافم و بعد اینجا جا به جایی دارم. مثل این تکرار میشه. برای قسمت بعدی باید شیشتا ساده ببافم. به این شکل دونه اول رو برمیدارم. دوتا رو میبافم و بعد باید جا به جایی انجام بدم.
اینجا دیگه 6 تا دونه رو ساده به زیر میبافم. به همین شکل دیگه مدلمون ادامه پیدا میکنه تا بلندی کلاه رو ببافیم. مدل رو ادامه دادم و بافتم. حالا اندازه میگیرم. بلندی کارم تقریبا شده 16 سانتی متر کلن و لبه کشباف رو که برگردونم بلندی میشه حدود 12 سانتی متر. این اندازه برای یه نوزاد 0 تا 2-3 ماه مناسب هست. حالا شروع میکنم از این رج دیگه دونه هامو کم میکنم. از این رج شروع میکنم به کم کردن و ابتدا از دونه های رو کم میکنم. دو تا دونه رو رو یکی میکنم. دیگه این رج مدل رو هم نمی بافم. این 6 تا دونه رو ساده می بافم و دوباره این 2 تا دونه رو رو با هم یکی می بافم. 6 تا زیر و 2 تا دونه رو با هم دیگه یکی. تا انتهای این رج این کار رو انجام میدم. در رج پشت کار فعلا از این 6 تا دونه کم نکردم. همینطور به صورت 6 تا دونه رو میبافمشون. این 2 تا دونه زیر تبدیل شدن به 1 دونه. الان 1 دونه زیر باید ببافم. 6 تا رو و یه دونه زیر. شش تا رو یه دونه زیر تا انتهای رج. در رج سوم کم کردن دونه اول رو برمیدارم. یه دونه رو تکی میبافم. یه دوتا یکی انجام میدم و همه یه دونه ها رو به زیر میبافم. یه تکی، یه دوتا یکی. یه تکی، یه دوتا یکی به زیر. همین کار رو تا آخر رج ادامه میدم. یه زیر، یه دوتا یکی به زیر. تا انتهای رج این کار رو تکرار میکنم. در رج چهارم کم کردن، رج پشت کار، همه دونه ها رو به رو میبافم. تا انتهای رج همه ی دونه ها رو به رو می بافم. در رج روی کار بعدی، رج پنجم کم کردن، باز یک دونه رو می بافم و یه دوتا یکی انجام میدم. یه دونه رو می بافم، یه دوتا یکی می کنم. یه تکی، یه دوتا یکی. تا انتهای رج و در رج پشت کار باز همه دونه ها رو به رو می بافم. اگر که هنوز تعداد دونه هاتون زیاد بود میتونید رج دیگه هم همین کار رو تکرار کنید.
انتها به رو می بافم. در این رج همه ی دونه ها رو پشت سر هم دوتا یکی می کنم. دوتا یکی، دوتا یکی، دوتا یکی. تا آخر رج همه ی دونه ها رو دوتا یکی می کنم. تعداد دونه هام رسیده به 17 تا دونه. این دفعه دیگه رج پشت کار هم دوتا یکی ها رو ادامه میدم. دونه اول رو بر میدارم و دوتا یکی به رو انجام میدم. پشت سر هم دونه ها رو دوتا یکی میکنم. تعداد دونه هام شد 2، 4، 6، 8 و 9 تا دونه و الان دیگه باید جمعشون کنم. تعداد دونه هام که کم شد یه مقدار نخ رو بلندتر در نظر میگیرم و اونو جدا میکنم، از سوزن رد میکنم و از داخل دونه ها رد میکنم. نخ رو از سوزن رد کردم، حالا سوزن رو از داخل دونه ها رد میکنم. و دونه ها رو جمع می کنم. یه مقدار نخ رو می کشم تا این قسمت دونه هام جمع بشه. یک بار دیگه سوزنم رو از داخل دونه ها رد می کنم و این قسمت رو جمع می کنم. و بعد درز کلاه رو می دوزم. برای دوخت درز از روی کار این کار رو انجام می دم. از لبه کار سوزنم رو رد می کنم. و بعد از این سمت. یک بار از این سمت سوزن رو رد می کنم و یک بار از این طرف. یک گندمی باید لبه کارم باشه و از این قسمت سوزن رو رد کنم. تا
انتها به این شکل درز رو میدوزم. به این صورت درز رو تا پایین دوختم و اصلا مشخص نیست و ادامه نخ رو پشت کار مخفی میکنم و میچینم. در انتهای یه پمپم درست کردم، به کلاه متصل میکنم و بافت کلاهمون به اتمام میرسه. روش درست کردن پمپم هم توی کانال هست، میتونید ببینیدش. وقتی که پمپم رو درست کردیم با استفاده از یه قلاب، قلاب رو از این قسمت بالای کلاه میارم بیرون و یک قسمت از این نخا رو میگیرم و میکشم به طرف داخل کلاه و باز از یک قسمت دیگه از بالای کلاه به این شکل. این دوتای دیگر رو هم میگیرم و میکشم بیرون و از پشت به هم دیگه محکم گره میزنم. یک بار دیگه هم گره میزنم و اضافه نخها رو میچینم. به این شکل پمپم هم به کلاهمون متصل میشه. اندازه های کلاهمون هم بلندیش حدود 14 سانت و پهنای این قسمت حدود 13 سانت. این کلاه برای سایز 0 تا 1-2 ماهه مناسبه و به سایز کوچیک بافتیمش برای نمونه، ولی شما برای هر سایزی میتونید این کلاه رو ببافید به همین روش که بهتون نشون دادم و ازش استفاده کنید. برای پسرونه و مردونه هم میتونید این کلاه زیبا رو ببافید. امیدوارم از این آموزش هم لذت برده باشید. لطفاً ویدیو رو لایک کنید و اگر که هنوز کانال بافتنی با لیلا رو سابسکرایب نکردید، این کار رو هم انجام بدید. زنگوله رو هم فعال کنید. ممنون که تا آخر ویدیو با من همراه بودید.